یک روز پس از صدور حکم ننگین شورای حکومتی روزنامه واشنگتن پست 19 آذر 1382 10 دسامبر 2003 نوشت در یک اقدام تعجب برانگیز که ممکن است تعادل قوای منطقه را به هم بزند شورای حاکم عراق دیروز رأی داد که گروه پیشتاز مخالف ایرانی را اخراج کرده و اموالش را ضبط نماید این قطنامه خواهان اخراج 3800 نفر از اعضای این گروه تا آخر ماه است. تصمیم به اتفاق آرای شورای عراقی علیه مجاهدین خلق یک دستاورد قابل ملاحظه سیاسی و امنیتی برای ایران است. این اقدام همچنین بیانگر یک سرفصل در سیاست آمریکا می باشد. آینده این گروه اپوزیسیون ایرانی به نحوی هاد درون دولت بوش به بحث گذاشته شده است. به گفته مقام های آمریکایی و دیپلماتهای های اروپایی، دولت آمریکا طی ماه‌ها زیر فشار فزاینده متحدان اروپایی و سایر متحدانش قرار داشته تا مجاهدین خلق را سرکوب کند و با آن مانند یک گروه تروریستی رفتار نماید. دیروز مقامات آمریکایی گفتند که واشنگتن این آمادگی را دارد که به عراقی ها اجازه دهد تا علیه مجاهدین خلق دست به اقدام بزنند زمانبندی این امر جالب است تصمیم شورای عراقی در زمانی گرفته شد که پادشاه اردن ملک عبدالله به نحوی بی سر و صدا تلاش کرده است که برای تحویل دادن حدود هفتاد عضو فعال القاعده که توسط ایران نگهداری می شوند در مقابل اقدام ایالات متحده علیه مجاهدین خلق میانجیگری کند احمد شلبی عضو بلندپایه شورای حکومتی که پیوندهای نزدیکی هم با آمریکا و هم با ایران دارد این قطنامه حکم شورای حکومتی را معرفی کرده او که یک مسلمان شیعه است بنا به گفته یک منبع عراقی اخیرا به ایران سفر کرده است اغلب 24 عضو شورای حکومتی عراق در ماهای اخیر به ایران سفر کردند این اقدام که ایران را از نگرانی آسوده آسود خاطر خواهد کرد مجاهدین خلق را از تنها امکان دسترسی مستقیمشان به ایران محروم خواهد کرد حالا دیگر هیچ گروه اپوزیسیون جدی در کنار هیچ کدام از مرزهای ایران وجود ندارد قطنامه همچنین خواستار ضبط کلیه اموال و سلاحهای مجاهدین می باشد